انتخابات پارلمانی فرصت تازه پیش روی زنان افغان. زنان نزدیک به یک سوم رای دهندگان را تشکیل می دهند. با انتظارات نسبتاً متفاوتی از مردان. برابری جنسیتی و دسترسی به عدالت از دغدغه های اصلی بیشتر زن هاست. برای برخی همین اندک فرصتی که برای کار و فعالیت اجتماعی دارند غنیمت است. زمانی که با کسی که رای میتیم طبعا دیگه ازش توقع های مختلف میداشته باشیم، نه؟ چیزایی که وعده میتن از هیچ کدام یکیش هم اینو انجام نمیتن. دانشگاه کابل از کانونهای تاثیرگذار تاریخ معاصر افغانستان. زمان برگزاری انتخابات نزدیک است و فرصت انتخاب محدود. حدود 3 میلیون رای دهنده جوانان بین 18 تا 23 سال هستند. درصد بزرگ نامزدان هم جوانان تازه کار در عرصه سیاست. ویژگی هایی که در جامعه ما خیلی ارزش داره، یکی تعهدی است که او نسبت به تیم خود می داشته باشه یا کسانی که به او رای می دن. همچنان صدای ایمی اشخاص باید در پارلمان افغانستان بدون کم و کاست باید برساند. روندی که میزان دانش و آگاهی جوانان زیادتر می شود و مطالعه زیادتر می کنند، با اون روند میزان قومیت هم طرفدارش کم می شود. تجربه دو انتخابات پارلمانی و دو ریاست جمهوری را با خود دارد. در دو انتخابات شرکت کرده اما باورش را به مجلس و نمایندگان از دست داده. ما کسی را می خواهیم که با وطن خدمت کنه و با مردم خدمت کنه، با ملت خدمت کنه. ما او مردم را می خواهیم. نه که وعده دروغ به مردم بگویه و وعده را تاثیر نکنه، ما به او مردم رای دیگه نمی دهیم. انتخابات 2014 و پیامدهای آن باعث شد که مردم بالای انتخابات و نهادهای انتخاباتی بی‌باور شوند. چالش فعلی حکومت افغانستان و کمیسیون انتخابات این است که چگونه انتخابات شفاف، همشمول و عاری از تقلب برگزار کنند. احتمال تقلب، نبود فهرست قابل اطمینان از رای دهندگان، شیوه نظارت بر انتخابات، نامعلوم بودن سرنوشت انتخابات در غزنی و مهمتر از همه ناامنی گسترده از چالش‌های عمده انتخابات است. آریا احمدزی، بی بی سی، کابل.